سلام دوستان و همراهان گرامی، برنامه آموزش تمرکز حواس قسمت دوم. این برنامه از سوی دفتر کمیساری عالی پناهندگان یا UNHCR به کمک CWS در جاکارتا برای یک دست پناهندگان برنامه ریزی شده بود که از ماه اکتبر تا ماه دسامبر 2020 جریان داشت. لطفاً ویدیو را تا انتها تماشا کنید و از موضوع این برنامه مستفید شوید. مربیان این برنامه: آریدا واهیونی، مربی تمرکز حواس. باره وجایانت، مربی برای نوجوانان، والدین و معلمان. تمرین تنفس 4-7-8 را 3 بار در روز و هر کدام را 10 دقیقه تمرین کنید. برای کمک به تمرینتون در مزار بریتلی را دانلود کنید. حداقل 3 بار در روز احساستون را در یک یادداشت بنویسید. احساستون را همون طور که است بپذیرید. قبل از خواب از 1-3 موردی که از آنها سپاسگزار هستید در یادداشتتون بنویسید. خداوند وضعیت هیچ کس را تغییر نخواهد داد تا زمانی که آنها آنچه در وجودشان است تغییر دهند. ما می توانیم انتخاب کنیم. برای زندگی آرامتر باید شاد زیست و سپاسگزار بود. نیازهای اولیه رفتارها: بقا، عشق، قدرت، آزادی، خوشی، عمل، احساس و خواستها هستند. ما می توانیم رفتار اعمال خود را انتخاب کنیم. رفتار ما شامل عمل، تفکر، احساس و فیزیولوژی هستند. وقتی یکی از آنها را تغییر دهیم، 3 تای دیگر منظم می شوند. قسمت هایی که بیشتر قابل کنترل می باشند عمل و تفکر هستند. اگر ما بخواهیم احساس خود را تغییر دهیم، می توانیم با عمل یا فکر کردن انجام دهیم. ذهن آگاه به ما می آموزد که با عمل کردن، یعنی تنفس، احساس خود را تغییر دهیم. در زندگی همه چیز یک انتخاب است. برای رسیدن به اهداف ما فقط احساس آرامش داشته باشیم. این یک انتخاب است. شما تنها می توانید خودتان را کنترل کنید. شما نمی توانید دیگران را کنترل کنید. چی در کنترل ما نیست؟ گذشته، آب و هوا، عمل، احساس، حرف‌ها و باورهای دیگران. چرا ما کنترل میتوانیم؟ ما میتوانیم حرف‌ها، تفکر، عمل، احساس، تلاش‌ها و باورهای ما را کنترل کنیم. برای خلق احساسات مثبت چیکاری میتوانید انجام دهید؟ ورزش، آواز خواندن، نوشتن و فعالیت‌های اجتماعی مفید میتوانند احساسات مثبت را در ما خلق کنند. همچنان ارتباط با دوستان، خانواده، خواندن کتاب، مقاله، عکاسی و تماشای فیلم برای خلق احساسات مثبت خیلی مفید هستند. آنچه را دوست دارید انجام دهید، بنویسید و هر روز به راحتی قابل انجام است. استرس مزمن می تواند شما را مریض کند. سردردی، بی‌خوابی، مشکل قلبی، مشکل تنفسی، ایمنی پایین، زخم معده، دیابت، اسهال، فشار خون بالا، مشکل اعصاب و بیماری‌های خونی را به دنبال دارد. تفکر بیش از حد استرس و استراب را به همراه دارد. اثرات استرس و استراب بر روی مغز: آمیگدال را افزایش می‌دهد، سلول‌های مغز را از بین می‌برد، قشر جلوی مغز را کم می کند و حجم مغز را کاهش می دهد. سیناپسی مغز را مختل می کند. هیپوکامپ یادگیری و حافظه را کاهش می دهد. تمرین تنفس 4-7-8. نفس بکشید تا 4 بشمارید. نفس خود را نگه دارید تا 7 بشمارید یا حد اکثر توانایی خود را بیازمایید. در بازدم تا 8 بشمارید یا حد اکثر توانایی خود را بیازمایید. بازدم باید بیشتر از نفس کشیدن باشد. فعالسازی سیستم پاراسمپاتیک و آرامی صورت گیرد. اگر افکار یا احساسات پیش می آید متوجه باشید، اما آنها را بدون قضاوت رها کنید. اجازه دهید افکار و احساسات بیایند و بروند، اما درگیر آن نشوید. همیشه توجه را به تنفس خود معطوف کنید. 3 بار در روز و هر کدام را 10 دقیقه تمرین کنید. سپاسگزاری و چیزهای خوب و مثبت توجه کنید. مسیرهای روانی جدید را برای احساسات و نگرش‌های مثبت ایجاد کنید.
احساسات و نگریش های منفی را کاهش دهید، چیزهای خوب را بیشتر به زندگی خود دعوت کنید. فرد خوشحال به آن چی دارد توجه میکند، فرد ناراض آن چی را از دست میدهد تمرکز میکند. من امروز احساس سپاسگزاری میکنم از 1. از این که صحتمند هستم سپاس گذارم. 2. از این که خود خوش زیاد دارم سپاس گذارم. 3. از این که دوستان خوب دارم سپاس گذارم. و بالا نگاه کنید، الهام بگیرید و پایین نگاه کنید، سپاس گذار باشید. کار خانگی: تمرین تنفس 4-7-8 را 3 بار در روز و هر کدام را 10 دقیقه تمرین کنید. برای کمک به تمرین تول نرم افزار بریتلی را دانلود کنید. احساسات خود را حداقل 3 بار در روز در یک یادداشت بنویسید. احساستان را همونطور که است بپذیرید. قبل از خواب از 1 تا 3 موردی که از آنها سپاسگزار هستید در یادداشتتان بنویسید. سپاس از تماشا و همراهی شما. لطفا نظرات و پیشنهاداتتان را در بخش کامنت با من شریک سازید.